Baş salam xidməti dostana əziz və gərəmi və yek video edigi dər xidməti şoma həstəm təm bəkü ki dər dəstə məmi binid modeli kaptan belə ki gol təsdəş dər İran bə şəkli besiyar göstərdi in təm bəkü bə furuş mirə bu çəndi insali ki model hayi təqəllubi kaptan belə ki dər bazar yixtə bə şəkli fəravan hətta dər Türkiyəm ki budan miqdarı xeyli ziyadiş bud vəli in به نظر میرسه که باید اصل باشه چون من در اوکراین تهیهش کردم به این هولوگرام هایی که روی بسته میچسبونن هم نمیشه اطمینان کرد چون مدل های تقلبی هم از همین نوع هولوگرام ها استفاده میکنن بازش میکنیم خب اولین نکته ای که میبینی یک نکته ای که میشه گفت که این مدل اصل است اینه که از وسط بسته پلمب هستش در مدل های تقلبی به محض اینکه باز میکنید این قسمت باز دستتون مثل یک کیسه در داخلش ورود میکنه اما این مدل های اصل معمولا از وسط پلمب هست خب بله این مدل اصل است دوستان عزیز من مقدارش خارج میکنم که شما ببینید یه لحظه اجازه بدید که در مدل های تقلبی توتونه که به عنوان و به اسم کاپتان بلک میفروشن یه حالت رشته رشته داره خیلی خیس هستش این اینکه یک توتون ارزون قیمت سیگار که روش همینجوری مثلا یک لیوان اسانس شیمیایی ریختم و به اسم کاپتان بلک در بازار به فروش میرسونم من یکی از مراکز تولیدش رو تو استانبول دیدم اونجا یک مرکز فروش بسیار بزرگی است مثل بازار مرکزی تهران هستش تقریبا هر سنفی قسمت خاص داره یک سنفش سنف توتون فروش هست من که اونجا رفتم دیدم گونی های بزرگ پر از تنباکو و با درجه بندی های مختلف از خیلی ارزون قیمت تا گرون قیمت به شکل رشته رشته و یک قسمتش هم کاپتان بلک می فروشتن یعنی از همون تنباکوهای سیگار تبدیلش می کردن تو یک بسته بندی کاپتان بلک و به اسم کاپتان بلک در بازار می دانن خب دوستان عزیز این محصول در حال حاضر داره دانمارک تولید می کنن بار میزنیم یک توده بزرگ از تنباکو رو در میاریم و به شکل یک پارچه به روش یک مرحله پیپو بار میزنیم من کامرا همراه هم نیستش دوربین موبایل هست ثابت هست نمیتونم جزئیات خوب بهتون نشون بدم امیدوارم که همه چیز قابل مشاهده باشه خب یک سوراخ هم در این وسطش یک حفره ایجاد میکنیم خوبی روش یک مرحله این است که تا این قسمت اگه بهتون بتونم نشون بدم تا این قسمت تنباکو وارد میشه و این قسمت هوا به راحتی میتونه جریان پیدا کنه و اگه شما یک حفره اینجا ایجاد کنید در این صورت یک هواکش خیلی خوب ایجاد کردید و تنباکو به خوبی شروع میکنه به سوختن البته چنین تنباکو رو من تازه باز کردم احتمال رطوبتش چون خیلی زیاده یکم تنباکو گیراییش کمتر هستش دوستان عزیز کاپتان بلک تنباکوی درجه یکی نیستش مثل دانتیل تقریبا میشه گفت که درجه دو هستش از نظر ات این مدلش وانیل با رایحه وانیل هستش در قدیم الایام در شاید بگم در زمان قبل از سال 90-1990 تنباکویی که در بازار بود یک عطر خیلی خاص شکلات داشت کاپتان بلک یعنی از اون
شخصی که پیپ میکشید کاپتان بلک مخصوصا گلد، شما فکر میکردی که اونجا یک شکلات فروشی هستش. خب حالا این مثل گازش هم تموم شده. متاسفانه این مدل ها از بازار برچیده شده، دیگه وجود نداره. علتش نمیتونم، باید برم ترک رو بیارم، چون باید عرض معذرت. با عرض معذرت دوستان، اینجا هم باد زیادی میاد، همین که این فندک بیا گازش تموم شد از ترک استفاده میکنیم. کاپتان بلک های قدیمی اگه یادتون باشه یک عطر بسیار دلنشین و شکلات یا وانیل به مشام میرسید، این دیگه وجود نداره. کاپتان بلک های جدید یک عطر ملایم وانیل، البته رایه های دیگه هم موجوده مثل چری یا گیلاس. بیس این تنباکو بلک کاواندیش هستش، از تنباکوهایی که در آمریکا به عمل میاد تهیه میشه، کمپانی لند لیمیتد که گویا امتیازش داده به یک شرکت دانمارکی. تنباکو به خوبی داره میسوزه. این حفره رو یک بار دیگه، زمانی که تنباکو مشتعل شد یک بار دیگه حفره رو خوب ایجاد کنید. هواکش خیلی خوبی ایجاد شد، تنباکو به خوبی و آرامی در حال سوختن هستش. انتخاب خوبی است دوستان. اگه من توصیه میکنم، از اگه به وانیل علاقه دارین، مکبارن وانیلا مدل خیلی خوبی هستش، اما این مدل هم مدل خوبی است. البته اصلش تقلبش یه چیز افتضایی هستش. خب پیپ خاموش کرد. طبیعی هستش چون که رطوبت تنباکی که تازه باز میشه خیلی زیاده. یک مدت که بگذره بعد از باز کردن پلمب بسته، تنباکو رطوبتش به یک حد نصاب خیلی خوب میرسه. هر وقت احساس کردید که دهنتون زیاد اصد تلخ میشه، دود خیلی تلخ شده، اون وقت بدونید که قسمت اعظم توتون سوخته و چیزی دیگه قابل توجهی باقی نمونده. در این صورت پیپ رو باید پاک بیرون بریزید، باقی مانده من محتویاتش رو تمیز کنید و اگه خواستید از نو شروع به کشیدنش کنید. توتون خوبی هست دوستان عزیز، مدل سفید رنگ است، کلاسیکش هم در بازار موجود هستش. احتمالاً همه تون تجربه کشیدنش دارید، زیاد نیاز به توضیح نداره. خب من این ویدیو رو اینجا قطع میکنم، امیدوارم مورد توجه و پسندتون قرار گرفته باشه و تا یک ویدیوی دیگه همه شما دوستان عزیز رو به خدا میسپارم. خدا حافظ.